سلام امیدوارم حالتون خوب باشه امروز میخوام یک بازی فوق العاده از راند دوم مسابقات دبلیو آر مسترز رو با هم دیگه ببینیم بین نودربی که ساتروف و آندریا اسیپنکو که این چند روز زیاد وایرال شده و بازی فوق العاده ای بود که نودربی انجام داد خب تو این مسابقات فرمت به این شکلی که هر بازیکن برای 40 حرکت ابتدایی 120 دقیقه زمان داره و برای 20 حرکت بعدی 60 دقیقه زمان داره و برای باقی بازی 15 دقیقه زمان داره و به ازای هر حرکتی هم که انجام میدن 30 ثانیه پاداش زمانی دارن در آخر هم اگر بازی مساوی شد به مسابقات اول ریپت میره اگر باز اونجا مساوی شد میره مسابقات بلیتس اگه باز هم مسابقات بلیتس هم مساوی شد میره سراغ مسابقه که برنده رو مشخص کنن نکته جالب حضور نپو تو این مسابقات قبل از مسابقات قهرمانی جهان و مطمئنا هم نمیخواد آماده سازیش برای قهرمانی جهان رو تو این بازی ها رو کنه حتما مسابقات قهرمانی جهان رو هم براتون پوشش میدیم پس اگه دوست داشتید میتونید کانال رو سابسکرایب کنید که ویدیوها رو از دست ندید خب تو این بازی نودربیک با مهرای سفید گشایش D4 انتخاب میکنه و حرکت اسب F6 میریم سراغ دفاع هندی حرکت C4 حرکت E6 که حرکت استانداردی میخوایم سراغ نیمزو اسب گسترش بده میخوایم توی خونه سیسه و فیلم میره توی خونه بیچار و آشپز میکنه این هم میدونین که حالا بستگی داره چی میخواین که معمولا اینجا فیل با اسب خونه سیسه تعویض میشه فیل سیا حرکت ایسه لاین رابنشتاین اینجا فیل میاد و به هر حال از اسب دفاع میکنه اگر هم تعویض شد با فیل میزنیم و مشکلی نداره بعد از اون پوزیشن احتمالا باز کنیم و فیلمون قدرتمند بشه اینجا حرکت بی 6 و فیلم خواد کنه. فیلم کنه فیل سفید خودش رو بعد توی توی یک قدر قدرتمند قرارش بده و فیل سفید رو ضعیف کنه توی پوزیشن فیل میره توی خونه دیسه و آمده است که به خونه تاکی خور ضربه بزنه در آینده اینجا حرکت دی 5 میره سراغ وسط که تعویز میشه و بعد از تعویز مشکلی نداره فیل باز هم بیاد اینجا چون مارکت سی 4 رو هم داریم و میتونیم پوزیشن رو باز کنیم به هر نحوی از پوسترش پیدا میکنه میره توی خونه اف سه رخ میاد توی بازی و اینجا معمولا قلعه میرن ولی اول نودل بیک رخ خودش میاره توی خونه سی یک بعد از اینکه فیل برگشت در واقع این حرکت رخ هم به این دلیل بود که میخواستیم فیل رو برگردیم و یک مدافع به شاهمون اضافه کنیم یک مدافع خیلی خوب بعد از اون حرکت اچیش هم اگه انجام بدیم واقعا دیگه سخت میشه به پوزیشن ضربه زد اگر که حرکت h6 انجام میشه اینجا قلعه میره نودیر بک فیل میره توی بازی و اسب گسترش پیدا کن میره توی خونه e5 و الان دسترسی زیادی داره و حرکت انجین که اینجا شما حرکت c5 رو انجام بدین ولی پیشنهاد من به شما اینه توی این چنین پوزیشن ای در مقابل انسان حتما سعی کنید تعویض کنید اینجا اسبتونو اسب دی کنید و سعی کنید از این اسب اگر که تعویض که با وزیر بزنیم و وزیرتون گسترش میده و همچنین روخا متصل هم دیگه گسترش مراتون عقب نمیفته اما با هم حرکت انجین حرکت سی پنجه که اینجا سی 5 انجام میده سی پنکو و اینجا حرکت F4 انجام شد و الان مشکل وجود این اسپ رو میبینید چون الان اگر این اتفاق بیفته بعد از تعویز ما با سرباز میزنیم و همچنین فایل رخ رو باز کردیم و ضربه ضربه خ... خیلی زیادی به پوزیشن داریم اگرم سرباز رو جلوی اون فیل برمیگردیم و همچنان توی این قطر نگهش می‌داریم و در آینده می‌تونیم ضربه بزنیم به هر حال پس اینجا گسترش پیدا کرد فرق نداره چه اینجا چه اینجا اگر که رفتین سراغ این سرباز که قدرتمندترین حرکت با توجه به انجن شطرنج همینه اگر که رفتین سراغ سرباز و این قربانی قبول شد با اسب بازی کاملا از دست رفت است برای بازیکن سیاه و اینجا فیل خودتون رو قربانی میکنیم و بعد از تعویض اینجا وزیر میره کیش میده شاه جابجا جا میشه و باز هم کیش و بگیم باز هم شاه جابجا جا بشه فیل اینجا اسم اینجا کیش میده و بگیم باز هم شاه بگیم شاه هم باز هم جابجا جا بشه اینجا رخ یا توی بازی کاملا بازی رو از دست رفته میکنه حتی اگر که ما این کیش رو هم ندیم باز هم همین حرکت رخ برند است ولی به هر حال این حرکتی بود که میتونست انجام بده نودیل بیک و یک سرباز رو برنده بشه اما اگر با اینجا بعد از اینجا بعد از این حرکت با وزیر زد اینجا یک مقدار روزا فرق داره اینجا بازی کاملا مساویه و میریم سراغ رپتیشن و بعد از این حرکت بگیم که وزیر جا جا بشه اینجا حالا در واقع با اسب باید بزنیم بریم سراغ کیش های متوالی اینجا هیچ جوره نمیتونین از وزیر و دیسکاوری دفاع کنید و بگیم که وزیر رو جاب جابجا کنید فرق نداره هر نقطه ببرین اسب رو باز بازی مساویه و بعد از این حرکات شروع می‌کنه های متوالی یا مجبور بشه وزیر رو بده که بازی از دست رفته میشه براش که احتمالا اینجا به مساوی رضایت میدادن اما بریم سراغ حرکتی که تو این پوزیشن انجام شد اینجا اسب ای2 بازی میشه اینجا اسب ای4 و اینجا میخواد تعویز کنه اسیپنکو اسبش رو با فیل خونه دی2 به هر حال تعویض هم به نفعش نیست ولی توی چنین پوزیشن هایی معمولا میخواهید که تعویض کنید چون فیل رو از بازی کنه سیاه میگیرید ولی میبینید که فیل سیاه عملا هیچ کاری توی پوزیشن نمیکنه و تنها مشکلی که برای بازیکن سیاه ایجاد کرده اینه که اسب رو نمیذاره بره توی خونه یه بیچار و به هر حال ضرب بزنه به هم به این فیل هم به این سرباز که تنها مشکل این فیل سیاه اینه و همین رو کنترل کرده و هیچ کاری دیگه توی پوزیشن نمیکنه از جایی که میبینیم سربازها توی های سیاه هم اکثرا و بهتر بود اینجا تعویز نشه و اسب شما هم فوقالعاده اینجا قدرتمنده اینجا اسب جیسه بازی شد و پیشنهاد تعویز میدیم اگر که تعویز با بازیکن سیاه تعویز کرد ما با سرباز میزنیم و بعد از اون شاه شاه میره توی خونه F 2 بر میاد توی بازی و فشار شروع میشه به هر حال. حتی بعد از اینم بعد از اینکه شاه رو بردیم میتونیم اینجا قربانی فیل هم بدیم بعد از اون روخ رو بیاریم توی بازی و وزی بوستش میکنه اولا سخت میشه از این پوزیشن نجات پیدا کرد از اونجایی که این خونم تحت کنترل اسبه به هر حال این پوزیشن بود که میشد انجام بشه که انجام نشد اینجا اسیپنکو میره سراغ فیل خونه دیدو و همونجور که میبینید پوزیشن به نفع بازیکن سفیده اما واقعا کار سختیه که بخواین حرکت برنده رو اینجا پیدا کنید حرکت برنده که نه ولی یک فشار فوق العاده زیادی به پوزیشن سیاه بیارید که اینجا ازتون میخوام ویدیو رو استاپ کنید و سعی کنید حرکت برنده رو پیدا کنید تبریک میگم به که این حرکت رو پیدا کردن اینجا باید فیل خودتون رو قربانی بدید و فیل اچ هفت کنید اگر که قبول شد که قبول شد داخل این بازی ما باز هم نیازی نیست بریم سراغ اس بلکه وزیر H5 میکنیم همراه با کیش میاد و شاه مجبور برگرده و باز هم میریم سرباز خونه F7 رو هم میزنیم و باز هم همراه با کیشه شاه مجبور جابجا بشه و اینجا اسب میاد و کیش میده به شاه باز هم شاه مجبور جابجا بشه و میری توی خونه H7 اینجا حرکت اسب H5 حرکت ساده ایه که تهدیدش چیه تهدیدش اینه که ما بریم سراغ فیل و بعد کیش و مات رو تحمیل کنیم و اینجا دیگه واقعا هیچ راهی برای بازیکن سیاه به اون صورت نیست برای نجاتش و حرکت انجین اینه که شما رخ رختون بیارید توی خونه ایسه و این حرکتی که شما هم الان میبینید این حرکتی که شما میخواین انجام بدین حرکت انجینه و همین حرکت رو دقیقا سی انجام داد و انجین به ما پیشنهاد میده که بریم سراغ رخ اما نودربیک تصمیم دیگه میگیره و حرکت F5 رو انجام میده اگر که میرفتیم چنین پوزیشن میشد و بعد از اون پوزیشن هنوز هم به نفع بازکن سفیده اما بعد از تعویز و تعویز اینجا ادامه دادن بازی یک مدار سخته و شما شروع میکنیم پیشنهاد تعویز وزیر دادن و سخته که بخواین ادامه بدین و مطمئنا نودل بیکمینی میدونه و راه آسون تری رو انتخاب میکنه چون میدونه وقتی که یک بازیکن زیر فشار باشه قطعا اشتباه میکنه و دقیقا همین اتفاق میفته بعد،, بعد از اینکه رخ اومد خونه ایه. e6 اینجا حرکت f5 رو انجام داد و هم الان که دفاع شده این اسب همچنین حمله داریم می‌کنیم به رخ و تهدیدهای های فوق زیادی وجود دارن درست رخاتون رو میدین ولی رخ هم بعد از البته بعد از اینکه الان تعویض و تعویض شد روخ هم میتونه بیاد توی بازی و دیگه زیر این فشار نمیتونید زنده بیرون بیاید اینجا بعد از اینکه رخ اومد توی بازی باز هم ادامه داد و وزیر جی پنج کرد که اینجا باز هم حرکت بهتر این البته که باز هم بازی باخت میشد براش ولی حرکت بهتر و حرکت انجین این بود که شما وزیر ای هشت کنید و الان اگر تعویض شد که بازی به نفع سیاه میشه اینو که مطمئنم همتون میدونید اما اگر که تعویض نشد اینجا مجبوری شما کیش بدین و بعد از این حرکت اینجا میرین سراغ این سر، این رخ و الان پوزیشن برابره ولی به هر حال سفید داره فشار میاره و ممکن اشتباهی از سمت سیاه رخ بده اما اینجا بازی کاملا مساویه درسته که یک مهره جلو هست بازی کنه سیاه اما فشاری که بازیکن سفید داره میاره این بازی رو مساوی نگه میداره به حال این حرکتی بود که انجام نشد و اینجا وزیر جی 5 همونجوری که دیدیم بازی شد و الان دریک میره سراغ رخ و اسپم در واقع از بین میره یک حمله کننده از بین میره ولی اینجا رخ میره توی بازی و اجازه دسترسی وزیر به خونه های حساس رو نمیده و همچنین به رنگ آخر داد به هر حال یک تهدید مساوی وجود بیاره اینجا بعد از تعویض اینجا شما همین الان میتونستیم برین سراغ وزیر ولی بازی از دست رفته میشد برای بازیکن سفید و اینجا باید بهترین حرکت موجود که حرکت وزیر F7 رو انجام بدید که دقیقا همین حرکت رو نودری که انجام میده برای اینکه بهتون نشون بدم که اگر رخ بیاد اینجا چه اتفاقی میفته بعد از اینکه این حرکت انجام شد اینجا با خوشحالی اسیپنکو تعویض میکرد و بعد از تعویض اینجا میبینی که شما قاعدتا نمیتونید کشفماتی رو به وجود بیارین فرض کنید وزیر رو هم بیارین توی این نقطه شاه دامن میتونه فرار کنه و از اون طرف هم دو مهره و میبینی که سه, سوار سبک داری و یک سوار سنگین و میشه گفت که این بازی رو میتونید به عنوان بازیکن سیاه حتی ببرید چون سرباز های منفردی هم توی بازی دارید به هر حال این پوزیشن بعد از تعویض هم البته سرباز منفرد هم دارید دو تایی. اما این پوزیشنی بود که میتونست بازیکن سیاه انجام بده اگر که نودربیک اشتباه میکرد که اشتباه نمیکنه و حرکت وزیر f رو انجام میده و واقعا انتظار دیگه هم نمیره وقتی بازی کلاسیکه و زمان بالا مطمئنا همین حرکت انجام میشه به هر حال اینجا فیل میره توی خونه دیشیش و به هر حال یک تهدید به وجود میارید اما اینجا رو واقعا مطمئن نیستم که سی این حرکت رو دید یا نه چون ترکت ساده ای احتمالا دیدش و خواسته تعویض کنه فیل رو اسپ رو و اینجا اسب F8 بازی میشه و الان میبینید که وزیر از دست رفته است و هیچ کاری از دست شما بر نمیاد اگر که اومدین اینجا که مات در چهار حرکته و میتونید مات رو پیدا کنید اینجا شما رخو میارید اینجا و الان بعد از تعویض دیگه تهدیده، ماتی رو نمیشه جلوش رو گرفت و بازی کاملا اینجا تمام میتونید بدید که اینجا سیاه میرس سراغ اسب و میریم سراغ وزیر وزیر رو میگیریم شاه جابجا جا میشه میره توی خونه جی 8 و الان دیگه برای باز کردن پوزیشن دیگه پر واضحه که باید چه حرکتی رو انجام بدید و اونم حرکت F6 شه. با سرباز زد که تمامه با رخ زد باز هم تمامه به هر حال بازیش از دست رفته میشه چجور اگر که با رخ زد بعد از تعویض و بگیم تعویض اینجا یکیش میدیم شاه مجبور جا به بشه یا اینکه با فیل بلک کنه که به هر حال ما یک مهره رو میگیریم از بازی کنه سیاه و بازی رو کاملا میوازه و هیچ جوری نمیشه دفاع کرد از مهره به هر حال و بازی کاملا اینجا مشخصه که برنده است برای نودیربک که اینجا تلاش دیگه ای میکنه اسیپنکو و اسب خودش رو برای خونه ای 4 همینجا واقعا میتوس انصراف بده و چیزی واقعا اینجا نیست که اینجا رخ میره توی خونه f 5 و الان ضرب داریم روی بعد از تعویض خود احتمالا باز هم میگیریم و این مهره باز هم جلو میفتیم و این شرایط مطمئنا براتون واضحه که بازیکن سفید برنده است اینجا حرکت جی 6 انجام میشه ولی مشکلی نداره چون ما وزیر جی 5 میکنیم الان این سرباز پینه من نمیتونه بره سراغ رخ و بعد از اینکه تعویض شد اینجا بالاخره یک مهره رو میده که اینجا شاه میاد توی بازی میره سراغ سرباز رخ و فیل میاد و آشماز میکنه در واقع پین میکنه این رخ رو و رخ نمیتونه جا به جا بشه و هر حال اینجا حرکت بیچار و بعد از تعویض و تعویض اینجا باز هم بریم سراغ سرباز ولی انتخاب دیگه ای میکنه سیپنکو و رخش رو بازی اینجا وزیر میره و از سرباز به هر نحوی دفاع میکنه این خونه همیشه هم شده انجام داد اما چون رخ میتونست بیاد این حرکت رو فعلا انجام داد و از این سرباز خونه ایه. F6 دفاع کنه فیل جا, به جا میشه اه, کیش هم چیزی به وجود نمیارم به اون صورت درسته یک سرباز رو میبره. ولی به هر حال چیزی به وجود نمیارم به اون صورت که اینجا حرکت A4 انجام شد داریم رو سراغ و فضا و فضا رو بگیریم به هر حال اینجا فیل F5 بازی میشه حرکت h و بعد از اون حرکت G4 و بعد از اون حرکت G5 دیگه پوزیشن از دست رفت نمیشه اینجا رخ میره توی خونه D8 و میخواد شروع کنه به جلو بردن به هر حال و این تصمیمی هم که گرفت به خاطر این بود که این خونه رو تحت کنترل داشته باشه و یک مقدار سرباز رو به جلوتر برونه اما نادر بیک قطعا رو میگیره و وزیرش رو برده خونه D4 فیل بر میگرده و دفاع میکنه و حرکت G4 بعد از اون G5 همونجوری که گفتیم و بازی آروم آروم تمام میشه حرکت جی پنج انجام شد اینجا رخ کیش شاه دو و رخ دو کیش باز هم و شاه جی بازی شد و بعد از حرکت چهل و بالاخره از بازی انصراف داد سی پنکو چون دیگه واقعا هیچ چیزی نیست و تهدیدها هم مشخصا این سرباز زیادی قدرتمنده و میتونست بره سراغش زودتر از این ها سی پنکو ولی نرفت ولی باز هم حتی اگر این سرباز هم توی بازی نبود تهدیدهای زیادتری توی پوزیشن هست و اونم این که یکیش اینه،, یکیش اینه یکیش اینه که سرباز رو به جلو برونیم و ساختار به هم بزنیم و یک سرباز منفرد دیگه بسازیم و به حال این بازی از دست رفته میشه و اسیپنکو همینه میدونه و از بازی انصراف میده و تنها امیدش این بود که بتونه توی خونی سیس هم کیش بده و بعد بر سراغ این سرباز که این اتفاق نیفتد و بازی قطعا به نفع نودیر بیک تموم میشه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه اگر که انتقاد پیشنهاد و نظری دارید توی بخش کامنت ها من بگید و اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید ممنون و تا یک ویدیو دیگه و یک شطرنج دیگه خدا نگهدار